الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب بریم چهار فیلم کانال را داشته باشیم خدمت شما عزیزان دو تکنیک اساسی برای ریدینگ یا درک مطلب بهت یاد بدم با حل نمونه سوال بفهمی که چگونه حتی اگر در ترجمه دوچار ضعف هستیم بتونیم راحت سوال را جواب بدیم تکنیک اول اسکن کردن تکنیک دومی خامه گرفتن اگر اینا رو بتونی رعایت کنی حتی اگر زبان حتی معنی هم خیلی کم بلد باشه دیگه صفر که نیست معنی لغات دایره لغاتت پایین باشه میتونی جواب بدی ولی لطفا با توجه به زحماتی که خدمت شما عزیزان کشیده میشود حتما با لایک و کامنت خودتون و عضو این کانال شدن بنده را تشویق بفرمایید که بتونم فیلم های بهتر و بیشتری را در خدمت شما عزیزان باشم بریم ببینیم اصلا با درک مطلب برخورد کردیم چیکار کنیم من اینجا یه درک مطلب آوردم بعد اینجا سوالاتش هست ببین اولین کاری که میکنی نمیری متن را بخونی ترجمه کنی این کار نکن برو سوال بخون حالا من سعی میکنم که یه مقدار اینا رو درشترش کنم خب هدفم این بود که سوالا کنار درک مطلبه باشه همانطور که در امتحان نهایی هم کنارش هست خب اولین سوال از ما پرسیده است که حالا اگر بتونی ببینی گفته words are easily found in dictionaries because dictionaries put them in alphabetical order خب من برم آلفابتیکال اوردر یا وورد ایزیلی اینا رو این اسکن کنم تو این پیدا کنم ببینم اینه بعد یادت باشه در مطلب ما اطلاعات شخصی خودمون را وارد موضوع نمی کنیم هر آنچه که در متن خواسته شده حالا چه در که مطلب انگلیسی باشه فارسی باشه عربی باشه هر چیزی میخواد باشه باید اونی که تو متن مد نظر هست در سوال جواب بدیم من برم اینجا اینجا چی گفته you can find words easily because dictionaries put them in alphabetical order ببین الان این اسکن شد کاملا به اینجا درسته پس من میرم راحت در اینجا ترو را انتخاب میکنم که درست هست بعد گفته the word dictionary comes from the latin dictio درسته dictio خب حالا من ببین الان اگر نگاه کنم اصلا عینا همین اینجا هست خب بعد این چی می شود این هم ترو خواهد شد درسته؟ خب حالا میریم در چهار جوابی چی چه بگم این دم همینم توضیح بهت میدم اصلا بدون ترجمه ها جواب بدی خب What do dictionaries of biography explain درسته؟ من میرم بایوگرافی اکسپلین را خب پیدا میکنم درسته بایوگرافی اکسپلین میریم اسکم اکس میکنیم در همین جا اینجا هست میگه دیکشنریز آف بایوگرافی در تل اباوت فیمس پیپل درسته and technical dictionaries that meanings of technical words خب الان اگر اینجا نگاه کنم they tell about famous people اینجا ببین اصلا جوابش همینجا داخل مرد هستش اما این نکته را دقت کن یه زمیری بهت میده حالا زمایر در زبان انگلیسی خدمت شما ارز کنم که باید بلد باشی چیز سختی نیست بیشتر میتوند زمیر فائلی زمایر فائلی را یو هی شی ایت وی یو دی اینا رو میشناسی و زمایر مفعولی می you, him, her, it, آس یو دم اینجا الان دم داده زمیر مفعولیه شما میدونید در هر زبانی زمیر چی هست زمیر جایگزین اسمه وقتی بعد از یک اسم میاد حالا مخصوص یا زمیر فاعلی یا زمیر مفعولی بیشتر که در اینها میده حالا فرقی نمیکنه چه فاعلی چه مفعولیش به اسم قبل از خودش برمیگردد این تکنیک یاد بگیر اسم قبل از خودش یعنی تو باید برگردی دند عقب اصلا جلو نری جلو رفتن ممنوع هست بعد اولین کلمه ای که بهش برخورد میکنی و اسمه حتما به اون برخواهد گشت و به راحتی میتونی چیکارش کنی انتخابش کنی اصلا نگاه کن ما میریم دنده این اینجا میریم کدوم اسم کلیر گیو مین ورز کلمات اسم کاملا هم به اونها برمیگرده و این را من چیکارش میکنم انتخابش میکنم پس دیدی که پس اگر دیدی زمیر هست زمیر فاعلی یا مفعولی زمیر به جای اسم میاد اقب برو اولین اسمی که برخورد کردی تو گزینه ها جوابت خواهد بود بریم یه درک مطلب دیگه داشته باشیم سه تا رو بررسی کردم امیدوارم که حمایت شما رو هم با کامنت و لایکت همینجوری لطفا نگاه نکن نرو من تشویق کن متشکرم حالا میگه اینجا رو نگاه کن در مورد مثلا اینجا من اولش میخورم نمیخواد ترجمه کنیم The most common type of clean energy is solar power میگه رایش ترین نوع انرژی پاک انرژی خورشیدی هست حالا من کاری به اون ندارم According to the passage Solar power is the most common type of clean energy اصلا این کاملا درست هست ببین خب الان نگاه کنی تو متن اسکن کردی تو این آوردی اینجا خب people have used the sun as a source of heat for few years درسته من الان باید این برگردم پیپل پیدا کنم اینجا هست پیپل have used the sun as a heat source for a thousand years یو میدونی که خیلی کم را اشاره میکنه در زبان انگلیسی ولی این گفته هزاران سال از نور خورشید قرشید من منبع گرما استفاده کردن ببین thousand years یه مقدار مخواسته ببین اینجا تو میدونی few years یعنی سالهای کمی few یه مقدار بیشتر میشه آه, کافی میشه few خیلی کم میشه بس این چی میشود؟ کاملا غلط میشود heat source for thousand of years خب few years میشود چی بس این کاملا غلط هست یعنی false رو باید انتخاب کنی خب حالا برای سوال چهل و یکم میخوایم جواب بدیم باز باید بریم داخل متن میگه ایرانیان یوز اسپیشل دیزاینز آف ویندوز اند بالکونیز تو باید برم عین این را تو متن پیدا کنم ببینم کجا هست اینجا هست دیگه ایرانیان فور انستنس به عنوان نمونه یوز اسپیشل دیزاین اند arrangement of windows, balconies and yards to get the most sunshine درسته میگه برای چی بوده برای به دست آوردن نور خورشید بیشتر این اصلا عینا داخل کتاب هست ببین یه ذره ممکنه بعضی جاها یه ذره سختش کنم ولی میتونی عینا جواب بدی خب to get the most sunshine اگر دقت کنی خیلی راحت گزینه بی را انتخاب میکنی خب The passage says people are uh, different in building the houses to keep them warm in winter and cool in summer درسته؟ حالا من میخوام این رو جواب بدم اگر برم نگاه کنم اه باید برم پیپل را پیدا کنم میگه سولار انرژی مایت بی یوز فور هیتینگ واتر ایر هوم بیلڈنگز اور سویمینگ پولز می بی سین بیلڈنگز اور هاوسز ویت بیگ شاینی پنلز درسته من باید عینا اینه برم پیدا کنم ده پسیج خب تو کیپ وارم وینتر اند کول چی استفاده میکنن درسته سولار انرژی از یوت جنریت بای واتچز درسته Uh, highway signs, houses, even space station خب من اینجا میخوام چه و را یه مقداری uh, میخوام چیکار کنم uh, این حالت خامگیری میشود nowadays solar energy can be controlled into forms of energy such as heat and electricity solar energy might be used For heating water and air in homes, buildings or swimming pool Maybe you have buildings or houses with big shiny panels On the roof, the solar درسته میگی یوز People use different in building to the houses To keep وارم warm in winter and چی استفاده میکنن مردم خب معلومه دیگه اصلا یه ذره حواست باشه مواد میشود دیگه خب different kinds of materials درسته من اصلا داشتم اونجار اشتباه میگشتم منم دارم با شما حل میکنم خب باید میرفتم دقیقا اینجا اسکم میکردم چه بهتر شد منم اشتباه کردم materials different اصلا باید اسکم میشد دیگه درسته use different kinds of مواد مختلف use in building the houses this keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year راحت این را انتخاب میکنم خب حالا سوال بعدی گفته how can solar collectors collect heat چگونه میگه اون پنل های خورشیدی چیکار میکنن گرما را جمع میکنن درسته باید ببین باید بیایم دوباره دنباله اینه کلمه بای مثلا بگیم چی؟ کالک هیت the solar collectors heat by absorbing sunlight ببین کاملا اینجا the solar collectors collect heat by absorbing sunlight با جذب نور خرشید جمعش میکنن یعنی باید بگی چی؟ میگی سولر کالکترز اینه باید اینا اینجا بنویسی یا بنویسی یعنی از اینجا تا اینجا رو بنویسی نمرت کامل حتما بهت خواهند داد از میکنم اونجا یه ذره حواسم نپوشن اسکن کردن برای ما بسیار بسیار مهم هست اما میریم یه متن دیگه هم با هم بررسی میکنیم و, و تمام هدفم این بود که تکنیک ها را یاد بگیری به چه صورتی جواب بدی میگه فور many people دی years دوران نوجوانی برای from 13 to 19 are sometimes the best and worst year of their lives درست سال من کاری ندارم من گفتم که اصلا ترجمه نکنم <coughs> خب بعد بیام با توجه به سوال ها چون اول سوال را میخونیم میایم چیکار میکنیم میگه according the passage teenagers between 13 and 19 years old درسته؟ خب اصلا مشخصه دیگه اینجا انگلیسی عددش گفته اینجا اومده تلفظش همون نوشتاریش گفته تو رو درسته؟ درست می شود Teenagers at the age 16 can drive in all countries خب باید برم این درایو رانندگی درایو پیدا کن اسکن دیگه درسته؟ خب بعد میگیم حالا بریم اینجا که بگردم میگی they can drive when they are only 16 خب خب این سام کانتریز گفته در بعضی از کشورها در بعضی از کشورها اینجا یه ذره حواست باشه قبلش نه میگه در بعضی کشورها سام بعضی میشه ولی اینجا گفته همه ای کشورها بس چی میشود فورس میشود غلط میشود حواسمون باشد اصلا کاری نداریم Uh, the passage <coughs> says <coughs> that parent have a lot of the share with have a lot of the share parent برو کاملا اینجا چیکار کن پیدا کن خب اینجا هست their parents have a lot of share with them their life experience درسته خب با چیا؟ با کیا دارن خب دیر پرنت پدر مادرن ها با کیا این اشتراک ها را دارن اینجا یه ذره حواست باشه ها این یه ذره نتیجه گیری کردن خلاصش فهمیدنه چون ما با بحث نوجوانی سن 13 تا 19 سال کار داریم درسته و اصلا مشخصه میفهمی که با تینیجرز یعنی همین نوجوانان اینجا رو انتخاب میکنی میگه تینیجرز شود رسپکت دیر پرنس بیکاز دی آر دی خب اصلا بری کاملا حتما اینجا هست They should respect and care for their parents As parents are the best support in their lives راحت میری گزینه دی را انتخاب میکنی هدف این بود که یه ذرم ترجمه بلد باشی میتونی با این دوتا تکنیک که مخصوصا اسکن کردن موضوع بود برگردی و پیدا کنی انشالله که مرتبط قرار گرفته باشه لطفا لایک و تو و دنبال کردن هم یادتون نرود خدا نگهدار.